بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان شاگردای خوب و عزیز سنف نهم همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که تک تک شما عزیزان در صحت و سلامتی کامل باشید و درس گذشته را به خوبی مرور کرده باشید و یاد گرفته باشید خب ما و شما عزیزان در سیستم اطراحیه هستیم ابتدا بریم و یک مروری داشته باشیم از جلسه گذشته و نکات مهم درس قبلی ما اشاره کنیم و برگردیم ادامه سیستم اطراحیه را با یکدیگر بخوانیم خب شاگردای خوب سنف نهم سوالات امروز ما و شما سوالات تشریحی است سوال اول از غذاهای هضم شده چه چیزهایی تولید میشه؟ همونطور که به خاطر دارید در جلسه گذشته گفتیم غذاهای هضم شده برای ما و شما هم انرژی تولید میکنه و هم مواد زاید یا اضافی به وجود می آید. سوال دوم مواد زاید حاصل از فعالیت های حجره را نام ببرید. این مواد اضافی شامل چی بود؟ آفرین یک یک نام میبریم. شامل آب اضافی، شامل کاربون دایوکساید، شامل اوریک اسید شامل یوریا و آمونیا بود که بسته به این که ما چه نوع غذایی استفاده کردیم این مواد زاید به وجود می آید سوال سوم وظیفه سیستم اطراحیه چیست سیستم اطراحیه کاری مهمی که داره ای هست که خون ما و شما را تصفیه میکنه و ادرار تولید میشه و مواد اضافی توسط ادرار از بدن چی میشه خارج میشه سوال چهارم روزانه خون چند مرتبه از گرده ها عبور میکنه ما و شما در جلسه گذشته گفتیم در روزانه در حدود 350 بار خون از گرده های ما و شما عبور میکنه تا تصفیه بشه سوال بعدی ناف گرده چیست همون محل فرو بود در گرده که حالب خارج میشد و شریان‌ها ها و ورید ها وارد گرده می شدند او محل به نام ناف گرده یاد میشه. خب شاگردای خوب در ابتدا قبل از اینکه درس امروز شروع کنیم مجددا ما اجزای سیستم اطراحیه را می کشیم و بعد میریم سراغ یکی از این اجزا که بسیار مهم هست و به نام گرده یاد میشه خب شاگردای خوب به خاطر دارید که در دا جلسه گذشته ما گفتیم سیستم اطراحیه شامل یک جفت یا دو عدد گرده شامل حالبین مسانه و ادرار بود که در این سیستم در نهایت تولید می شد ای گرده حالبین دو تا حالب هست که از ناحیه ناف گرده خارج میشه مسانه و ادرار هست که در دا داخل مسانه جمع میشه پسی خودش گرده بود اینا حالبه دو عدد حالب داریم در دو سمت مسانه و ادرار که در داخل مسانه است و فراموش نکنیم که در انتهای مسانه ما دو تا اسفنگتر یا دو تا دریچه داریم اینها تحت عنوان اسفنگتر داخلی و ای به عنوان اسفنگتر خارجی یاد میشه خب حالا ما شما امروز یک ساختمان گرده را میخوایم ببینیم و چی شکل است یک گرده ما یک برش طولی اگر بدیم از بالا ببینیم ما چی بخشایی را در داخل گرده میبینیم ما شکلش برای شما اول میکشم و بعد میریم اجزایش میخوانیم و آشنا میشیم اگر یک برش طولی از گرده داشته باشیم یک بخش خارجی یا قشری داریم بخش قشری یا خارجی را داریم یک بخش مرکزی یا مدولا که به رنگ زرد ما برای شما میکشم شامل همین هرمها بخش مرکزی که در کتاب شما به نام بخش مدولا هم گفته میشه فراموش نکنید در بخش مدولا ما یک ساختاره هایی به نام هرم یا پرامید هم میبینیم دارای هرم یا پرامید در قسمت مرکزی اینجا بخش مرکزی یا لگنچه بخش مرکزی یا لگن چه به نام پلویس هم یاد میشه خب پس چند تا نام جدید یاد گرفتیم یک بخش خارجی که به همین خطای که رخ رخ میبینین به نام بخش قشری گفته میشه دومی بخش مرکزی یا مدولا هست که به رنگ زرد من برای شما میبینم میکشم اینجی شما می بینید دارای یک ساختارهای هرم مانند به نام پرامیده اما یه هرم چیه؟ امروز پیشتر میخوایم. و بخش مرکزی که به رنگ سفید ما برای شما میکشم به نام بخش لگنچه یا پلویس یاد میشه. دیگه او حال بین که بیرون از گرده میشه دیگه اینجی نداریم ما فقط ساختار و ساختمان خود گرده رو خب شاگردای خوب بریم و تصویر مایکروسکوپی ای بخشا را واضح تر ببینیم و با نام های بخشای مختلف آشنا شویم گفتیم اگر در یک برش طولی از گرده ها ما دقت بکنیم ما سه بخش میبینیم یک قسمت خارجی یا قشری هست که همین قسمت به سمت بیرون که برای شما نشان میتیم این در بخش قشری هست بخش دوم بخش قسمت وسطی یا مدولا هست که دارای هرم یا پرامیده هر کدام از این هرم ها تاوری قرار میگیره که رأس هرم به سمت لگنچه هست این خوب دقت داشته باشید ممکنه در جملات صحیح و غلط یا در سوالات چارگزینی بیاید که موقعیت هرم ها یا پرامید ها در گرده چگونه است رأس هرم ها به سمت بخش مرکزی یا لگنچه است و قاعده هرم ها به سمت بخش قشری هست خب قسمت داخلی یا بخش سوم هم همین ساختار سفید رنگ است که تحت عنوان لگنچه هست. خب ادرار از بخش قشری و پرامیدها ها و هرمها ها تو، تولید که شد قطره, قطره قطره به داخل بخش لگنچه میریزه و باز به صورت قطره قطره از داخل گرده به سمت حالبین هدایت می شود و به مثانه میره. اما حالبین چجوریه؟ حالب هر کدام از گرده یک حالب داره و چون ما دو گرده داریم به نام حالبین میگیم سی سانتی متر طول داره اگه یعنی از یک وجب ما و شما بیشتر سی سانتی متر طول حالب هست در دو طرف به نام یک مجرا یا کانالهای ادرار هم یاد میشه چرا که ادرار را انتقال میده یعنی ادرار در دا داخل حالب ها به صورت قطره قطره که از لگنچه بیرون آمد می آیه و می ریزه به داخل مسانه به همین خاطر است که کار حالب انتقال ادرار از گرده به مسانه است خب اما مسانه چیه؟ مسانه یک کیسه ارتجایی ازولاتی هست خب شما در صنوف سالهای گذشته و اگر درست بگم در سنف هفت انواع انساج حیوانی را خواندیم اونجا ما و شما گفتیم که ما یک انساج داریم به نام انساج ازولاتی سه نوع ازولات داشتیم ازولات لشم یا صاف ازولات قلبی و ازولات اسکلتی خب از بین از این دو مورد از این ستا مورد اول یعنی ازولات لشم یا صاف بودن که هم از نظر شکل با ازولات اسکلتی متفاوت بود و هم از نظر عملکرد یا کار چرا؟ چون اینها عضلات لشم هست یعنی در سایت پلازم از اونا ما ها یا رشته هایی را مشاهده نمی کنیم و اینها غیر ارادی هستند یعنی انقباز از اینها به دست ما و شما نیست به همین خاطر هست که این مسانه با انقباز خودش ادرار به سمت بیرون هدایت میکنه مسانه محل ذخیره ادرار هست خب خود مسانه در داخل خالیگاهی به نام لگن انسان قرار داره موقعیتش در داخل لگن هست چون هر کدام از اجزای مهم و اساسی بدن ما و شما توسط یک ساختمان یا یک بخش استخوانی محافظت میشه مثلا مغز به داخل جمجمه قلب و ششها به داخل قفسه سینه است خب مسانه هم یکی دیگر از این اعضای مهم و ارگان های حیاتی هست که به داخل استخوان های لگن موقعیت داره و اونجی محافظت میشه خب این مسانه تا چه حد میتونه ادرار را در خودش جای بده حالا ما برمیگردیم به تصویری که در پای تخته برای شما کشیدیم و اون جیره برای شما واضح میگم خب مسانه گنجایشی که داره یعنی حد اکثر 800 سی سی یا 800 میلی لیتر ادرار در داخل خود میتونه جای بده پس گنجایش یا حجم مسانه 800 لیتر اما هیچ وقت به این مرحله نمیرسه چرا که به این مرحله که برسه احساس درد شدیدی به انسان دست میده خب پس ما و شما حدس میزنیم باید در مقدارهای کمتر احساس دفع به انسان دست بده هرگاه دو سوم مسانه پر شوه که به آبی من پای شما مشخص میکنم یک سومش دو سومش هرگاه دو سوم حجم مسانه پر ادرار شوه توسط اعصابی که در دیواری مسانه هست که انشالله در سنف 11 و 12 یاد میگیرید به نام اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک هست پیام به مغز میره و احساس دف به انسان داده میشه پاسخ ای پیام احساس دفع است ای پاسخ توسط یه اعصاب خودکار میایه و به مسانه میرسه و عضلات لشم مسانه منقبض میشه و با عمل انقباض انقباز دیواره مسانه یک نیروی ایجاد میشه تا ادرار از اسفنگترها خارج شود اما ای که باز از اسفنگترها چگونه خارج میشه ای در جای خودش توضیح خواهد داده خواهد شد پس فراموش نکنید چند تا نکته مهم در مبحث مسانه هست که در سوالات کنکور بار بار من دیدم که تکرار شده یک نوع عضلاتش است که عضلات لشمه یکی حد اکثر گنجایش است که 800 میلی لیتر یا 800 سی سی یکی احساس دفعه، در چه زمان برای انسان احساس دفع دست میده زمانی که دو سوم حجم مسانه از ادرار پر شد و انسان احساس دف داده میشن اما یک موضوع همین من برای شما بگم که زمانی که دو سوم حجم مسانه پر شد دستور به مغز میره خبر به مغز میره اما گاهی وقتها افراد در مقابل تخلیه مسانه مقاومت میکنن هر چقدر در مقابل تخلیه مسانه مقاومت بشه دقت مسانه یا ارسال پیام به مغز تغییر ایجاد میشه به همین خاطر هسته که اگر در دوره جوانی ادرار به موقع از مسانه خارج نشه زمانی که این فرد در سن کهولت میانسالی و یا ببخشید در سن پیری میرسه چون از شل میشه دیگه اون نیروی کافی برای انقباز و خروج ادرار را نداره در ممکنه که خدای نخواسته ای افراد دچار تخلیه غیر ارادی ادرار شود پس تخلیه به موقع مسانه در سلامتی ما و شما بسیار بسیار اهمیت داره در دا تصویر یک بریش طولی داده شده و ما فضای داخل مسانه را هم میبینیم و بخش بیرون مسانه را که ازولات لشم به صورت رشته رشته در کنار یکدیگر رشته های ازولاتی قرار گرفته و دیواره مسانه را ساخته خب مفراموش فراموش کردم میره برای شما بگم که در بعضی از کتاب‌های علمی حالب به نام میزنای هم میخونه پس اگر شما در جایی، به جای کلمه حالب میزنای دیدین تعجب نکنید میزنای و حالب هر دو به یک معنی هست با انقباض عضلات لشم مسانه یک فشاری به حلقه عضلاتی اسفنکترها وارد میشه و ادرار وارد و ادرار از حال بین وارد مسانه میشه و از مسانه به سمت بیرون هدایت میشه هر کدام از سیستم های پیچیده بدن ما و شما دارای حجراتی هست و این حجرات ویژگی ها و نام های مشخص به خود داره مثلا انشالله باز در سنوف بالاتر که برید وقتی سیستم عصبی را میخوانید سیستم مغزی یا دماغی رو میخوانید در سنف هفت همی نام یه حجرات اشاره شده به نام نیورون ها یعنی حجرات مغزی اما در گرده ها ما یک واحدی داریم به نام حجرات نفرون ها این دوتا کلمه را شاگرده زیاد اشتباه میکنند نیورون ها حجرات مغزی هست اما نفرون ها حجرات یا واحد های سازنده گرده هستش خب واحد ساختمانی تصفیه کننده و مایکروسکوپی هست با چشم دیده نمیشه به نام نفرون هستش خب نفرون ها روزانه یک تا سه لیتر ادرار تولید میکنه به همین خاطر گفتیم دیگه مسانه یک کیسه ارتجاعی است یعنی قدرت بزرگ شدن داره و میتونه ادرار را در خود ذخیره بکنه تعداد نفرون ها هم بسیار مهم است در هر گرده ما حدود یک میلیون نفرون داریم پس ما که دو گرده داریم دو میلیون نفرون داریم تک تک این نفرون ها هسته که کار همو دستگاه دیالیزه انجام میده که خدا اینا خواسته اگر کسی گرده ها یا کلیه یا اونا آسیب ببینه دیگه این نفرون ها از کار میفته و ادرار تولید نمیشه و خون تصفیه هم نمیشه پس مواد زاید هم از بدن خارج نمیشه و دچار اختلالات زیادی میشه که ای افراد مجبور هستند حد اقل هفته دو بار به دستگاه دیالیز وصل بشن تا کار نفرون ها را این دستگاه برای اونا انجام بده اما حالا ما و شما باید بریم نفرون ها را بشناسیم ببینیم به چه شکل است و ساختمانش چه شکلیه هر کدام کاری انجام میده که ما شما هیچ گمان نمیکنیم که اینقدر اینا پیچیده و سازمانیافته یافته باشه خب شاگردای خوب ما این ها یا هرم ها را برای شما میکشم بدانید هرم ها محل تجمع نفرون حالا یک دانه از این نفرون ها را در زیر مایکروسکوپ گذاشتیم و کلان کردیم و یک شکل یک نفرون برای شما پای تختم می‌کشم خب این ساختار یک نفرون هست البته بسیار شبیه به ساختار واقعی هست اما ساختاری که ما برای شما باید دیر تشریح کنیم و بخش های مختلف بخوانیم ما به خاطر داریم زمانی که در سنفای شکل به پای تخت می کشیدیم ایرا با یک کرم تشبیه میکردن گفتن سادی کله کرم و این بدن یک کرم هست پس ای را شما هم فراموش نکنید این یک نفرون هست این قسمت که به همو سر یا کله همو کرم باشه به نام کپسول بومن کپسول بومن میخوانن خب اینجی فرو برامدگی و پیچتاب هایی رو که میبینید به نام لوله پیچیده مجاور یاد میشه این قسمت صاف است دیگه پیچیده نیست این قسمت فنرماننده پیچ خورده اما اینجا صاف میشه اما به شکل یو در میاد از این قسمت تا این بخش یو شکل به نام لوله یو یا لوله هنل یاد میشه. پس کپسول بومن لوله پیچیده مجاور لوله هنل یا یو شکل حالا اینجی به نام لوله پیچیده دور. یاد میشه و این آخری هم مجرای جمع کننده ادرار خب این ساختار یک نفرون هست نفرون ها طوری در دا داخل از این ها قرار می گیره که کپسول بومن به سمت قاعده یا رو به بخش قشری هست و مابقی به سمت بخش مرکزی مرکزی یا بخش وسطی یا مدولا اگر این یک هرمش در نظر بگیریم این سر کپسول بومن است به سمت بالای و بقیه عجیزاش به سمت پایین هست. به همین خاطر که هر کدام از این هرم ها باز چندین نفرون داره یک نفرون نیست همین لوله ها هست که باعث شده مایی هرما را رخ رخ یا خط خط یا رشت, رشت ببینیم خب در داخل هر گرده ما و شما یک میلیون از این نفرون ها حضور داره پس اجزای مختلفش ها نامش ها یاد گرفتیم و باز پیشتر که بریم دو بخش دیگه بر روی از این شکل اضافه میشه که ما او را دیگه به جای خودش میکشیم که اول شما یه شکل ساده خود از این یاد بگیرید و بعد دو بخش, دیگه که مربوط به رگهای های خونی است باز اونجا برای شما اضافه میکنیم که میگیم که این رگاه چگونه وارد نفرونا خب ساختار نفرون ها هست که به تصویر که یک تصویر واقعی ترشان نشان داده شده دقت داشته باشید همین قسمت برآمده اینجا کپسول بومنه و بعد لوله که به نزدیکیش پیچ میخوره لوله پیچیده نزدیک بعد این میه و به صورت یو میشه در قسمت یو شکل دیگه فنری نیست پیچ خورده نیست به نام لوله هنله یا لوله یوشکل معروفه و بعد از این که دوباره لوله یوشکل به بالا میره دوباره پیچ پیچ میشه و به نام لوله پیچ خورده دور یاد میشه و در آخر هم که مجرای جمع کننده ادرار هست خب شما این تصویر واقعی یعنی بسیار واقعی تر است از نفرون ها با او شکلی که من پای تخته برای شما کشیدم چندان تفاوتی نداره اما برای که از شما او را خوب واضح ببینین و به خاطر بسپارید و یاد بگیرید ما قسمت لوله پیچیده نزدیک لوله یوشکل یا هنله و لوله پیچیده دوره برای شما واضح تر کشیدیم خب در ساختار نفرون ها ما دو تا بخش دیگر هم داریم به نام شبکه اول مویرگی و شبکه دوم مویرگی اینا در کجا هستند هر کدام دارای چه اجزایی هستند و چه کاری را انجام میدن برمیگردیم در شکل پای تخته تا من اینا رو برای شبکه اول و دوم برای شما نشان میدم خب ما و شما گفتیم در جلسات گذشته که در تمام اعضای بدن ما و شما یک شریان حتما حتما وارد میشه و زمانی که وارد شریان وارد او عضو شد باز اجزای شاخه های خوردتر دیگه به نام مویرک ها هست که اونجی حضور داره از دیواره کپسول بومن یک شریان وارد میشه این را به نام شریان آوران یاد میشه شریان آوران به نام چی یاد میشه؟ شریان آوران شریان آوران از منافذ کپسول بومن که یک بخش قربالی شکل و سراخ سراخ هست وارد میشه و داخل کپسول بومن پیچو تاپ میخوره یعنی اونجا یک خورده تجمع پیدا میکنه و یک شاخهش پس مجددا خارج میشه حالا به این میگن شریان وابران پس چی شد؟ یک شریانی که از قلب آمده بود وارد کبسول بومن میشه و در درون ای که من برای شما میگم و تکید میکنم بسیار مهمه در داخل کبسول بومن تجمع پیدا میکنه پیچتاب میخوره و شاخه اصلی مجددن از کپسول بومن خارج میشه اونی که وارد میشه شریان آورانه و اونی که خارج میشه شریان وابرانه حالا انشالله در جلسات بعد یا در سنوف بالاتر علت عزیزم خواهید خوان خب این شریان خارج شده یا شریان وابران میایه از بیرون به دور لوله پیچیده نزدیک پیچتاب میخوره پس چه اتفاقی افتاد ابتدا به داخل کپسول بومن رفت پس مجددا از کپسول بومن خارج شد از بیرون به درون لوله پیچیده مجاور پیچ تاب خورد بعد در اطراف لوله یو شکل بیشتر این تجمع رو داریم مانند در داخل کپسول بومن خب طوری که دیگه به دور مجرای جمع کننده ادرار نمیره حالا ما و شما این دو منطقه را که بیشتر رگه های خونی تجمع داره را تحت عنوان شبکه مویرگی میخوانیم این اولی را به نام شبکه مویرگی اول یا در کتاب های علمی به این شبکه اول گلومرول هم میگن پس اگه جایی از شما سوال شود شبکه اول مویرگی یا گلومرول چیست؟ شما میگید شریان آوران به داخل کپسول بومن به اضافه خود کپسول بومن با همدیگه به نام گلومرول یاد میشه پس هم شامل خود کپسول بومن و هم شریان آورانی که در دا داخلش تجمع داشت اما شبکه دوم در دا در دور لوله هله یا لوله یوشک به این فقط شبکه دوم میگن شبکه دوم موی رکی در حین عبور همین رگه هایی که می ره می به داخل میره پس مجددا خارج میشه به دور لوله ها پیچ و تاب میخوره زمان برای ازی است که مواد اضافی از داخل خون که شامل آب اضافی شامل یوریک شامل یوریا شامل آمونیا و هر چیز اضافی دیگه ای که از فعالیت حجرات بدن به خون وارد شده اینا فرصت داره که از دیواره مویرگ ها خارج شود و به داخل از این لوله ها بره این رگهای خونی باید خارج شود از داخل لوله ها نمیشه که در داخل لوله ها هم ادرار در حال تولید شدن باشه و هم مویرگ ها اونجا جریان داشته باشه خون به داخل مویرک ها پس در نتیجه مویرگ ها از بیرون به اطراف این لوله ها پیچ میخورن نه از داخل خب یک سوال دیگه ای هم که ممکنه پیش بیاد این است که چرا اصلا همین نفرون راست و مستقیم نبود چرا این نفرون به نام پیچخوردگی های نزدیک میشه باز یو شکل میشه خمیده میشه دوباره پیچ تاپ میخوره و به این شکل هست این به دلیل از ای هست که خون فرصت بیشتری داشته باشه یعنی خون طولانی تر از نفرون ها رد شوه اگر سریع این یک لوله مستقیم بود پس بسیار سریع و زود عبور پیدا میکرد و فرصت کافی برای خروج مواد زاید و یا پس گرفتن موادی که نباید به داخل ادرار باشن بدن ما اونا رو نیاز داره باید وجود داشته باشه این ساختار نفرون به همین خاطر است نکته دومی که من برای شما تو میگم و خیلی هم جالب و مهمه ای که اگر در تصویر و در شکل تخته دقت کنید میبینید در اطراف مجرای جمع کننده ادرار ما دیگر اگه خونی نمیبینیم چرا؟ چون اونجا دیگه ادرار تولید شده دیگه دیگه رگ خونی نیاز نیست قطره قطره ادرار به داخل مجرای جمع کننده ادرار میریزه و از اونجا میایه به داخل لگنچه یا کالیکس که ده اینجا بود ده بخش مرکزی بود و بعد از اونجا به داخل حالب و از داخل حالب به داخل مسانه میریزه خب این ساختار یک نفرون بود که امیدوار هستم با دقت گوش کرده باشید چون سوالات نکته ای و نکات بسیار مهم زیادی در دا داخل از اینا وجود داره یک نکته دیگه هم یاد فراموش کردم براتون بگم یکی که شبکه اول مویرگی یا گلومرول در دا داخل کپسول بومنه ولی شبکه دوم دقت کنین یعنی در بیرون شکل گرفته مویرگ ها به بیرون لوله پیچیده یا لوله یو شکل یا لوله خمیده اینجا قرار داره و این شکل را میبینین شبکه دوم برعکس شبکه اوله شبکه دوم رگه ها بیرون لوله به داخله شبکه اول رگه ها به داخل کپسول بومن به بیرون قرار داره خب گاهی وقتا در سوالات کنکور این شریان ها فلش زده میشه و علامت سوال گذاشته میشه چه نام دارد نامش حالا اگر فراموش هم کردید گپی نیست اما نوشه بدونید هر دوتا شریان هسته شریان آوران و شریان وابران خب در تصویر ما و شما شبکه اول مویرگیره یعنی همی کپسول بومن از نزدیک شکلش آوردن ببینید این شریان ها که یکش به داخل کپسول بومن آمده و یکی خارج شده دیگه در دا داخل کپسول بومن پیچوتاب های زیادی رو میخوره که انشالله باز ای که در دا داخل کپسول بومن چه اتفاقاتی میفتره در سالهای بعد میخوانین اما همه قدمه برای شما بگم فراموش نکنین که در همین کپسول بومن یا در همین شبکه اول مویرگی مواد زاید تراوش پیدا میکنه به داخل کپسول بومن یعنی این فرصت برای شبکه اول مویرگی وجود داره که مواد اضافی از دیواره مویرگ ها بریزه و در دا داخل کپسول بومن وقتی مواد اضافی از داخل رگ خارج شد حال خود رگ میای بیرون و این مواد اضافی در دا داخل لوله ها جریان پیدا میکنه و میره تا مسیر لوله پیچیده مجاور لوله یو شکل و لوله پیچیده دور را طی بکنه خب هر کدام از مواد اضافی مختلف در یک بخشی از رگ به داخل این نفرون ها تراوش پیدا میکنه خب اگر همه ای از این مواد زاید و اضافی در داخل کپسول بومن بیرون میشد دیگه نیازی نبود که شبکه دوم به وجود بیاید اما نه باز انشالله در درس های بعدی میخونید یک سری از مواد در کپسول در منطقه شبکه اول یعنی در کپسول بومن از رک خارج میشه و یک سری از مواد هستن که در شبکه دوم مویرگی یعنی در لوله یو شکل وارد نفرون ها میشه و تک تک نفرون ها قطره قطره ادرار های تولید شده را از طریق مجاری جمع کننده ادرار میریزن به داخل حالب و داخل مسانه میره خب حالا ببینیم که در از مسانه اسفنگترها چگونه اجازه خروج میده اگه تصویر مسانه را من مجددا اینجا برای شما میکشم دیگه اجزای دیگر صرف نظر میکنیم دو تا اسفنگتر در مسانه وجود داره داخلی و خارجی خب یک مطلب از این جا که همینجا ما برای شما بگم تا فراموش نکردیم این اسفنگتر خارجی در ابتدای عمر انسان یعنی در دوران کودکی در ابتدا غیر ارادی هست اما زمانی این که یک طفل یا یک کودک رشد میکنه بعدا این ارادی میشه خب این بعدا ارادی میشه چقدر با زمان نیاز داره معمولا ارادی شدن دریچه خارجی خیلی درصد بسیار بالایی از کودکان تا سه سالگی کنترل این تخلیه ادرار به دست می گیرن. اما هستند کودکان و اطفالی که ارادی شدن این دریچه خارجی تا هفت سالگی هم طول می کشن. البته این هفت سالگی در شب هست اینا در روز کنترل بر تخلیه ادرار دارن اما در شب اینا دیگه به صورت غیر ارادی ادرار از بدن این افراد خارج میشه همه از اینا بیماری نیست بعضی عوامل مختلفی وجود داره بعد در بعضی خانواده ها ارسی هست حتی ارسی بودن به این معنی نیست که تمام اطفال یک خانواده به شب ادراری دچار شود اما یکی از ای اطفال ممکنه که دچار ای آرزه بشه که نیازمند این موضوع بسیار مهم هست که هرگز هرگز والدین نباید برخورد پرخاشگرانه ای با یک کودکان داشته باشه چون استراب و استرس حاصل از همی ادرار غیر ارادی خودش با سبب تشدید همه مشکل میشه اما بسیاری از کودکان هست که در تا سالگی کامل که میشه هم در روز و هم در شب ادرار خودشان کنترل میکنه اما زمان مراجعه ما به پزشک ما چه زمانی والدین احساس نگرانی بکنن اینه که زمانی که میبینیم به هفت سالگی داریم نزدیک میشیم حالا دیگه دانشموز یا طفل ما قراره به مکتب بره اما هنوز این مشکلش حل نشده او زمان هست که ما به دکتر صاحب های محترم مراجعه میکنیم و با داروهای تابلت یا قرص بسیار ساده ای قابل درمان هستن اما در کنار این موضوع والدین و مادرای محترم توجه کنن که از بعد از ظهر به بعد یعنی به غروب که نزدیک میشه به شب مایعات از رژیم غذایی این کودکان کم کنن یعنی در روز آب و مایات استفاده بکنن اشکالی نداره اما در شب قبل از خواب حتما تخلیه ادرار داشته باشه و مایات یا کامل حذف کنن یا بسیار بسیار کم مایات استفاده کنن اما این دریچه داخلی غیر ارادی هست این دیگه غیر ارادی باقی میمونه به همین خاطر هست که همه افراد در مقابل تخلیه ادرار تا حدی میتونن مقاومت کنن اما زمانی که مسانه از او 800 سی سی بیشتر پر شد دیگه تخلیه ای ادرار از حالت ارادی بودن به حالت غیر ارادی ممکنه تبدیل بشه و ادرار به صورت خود به خود از داخل مسانه خارج شود. خب شاگردای خوب و خوب عزیز امیدوار هستم که از درس امروز چیزهای زیادی را یاد گرفته باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم درستان خوب خوب بخوانید و یاد بگیرید خدایا رو نگهدارتان